سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، با امید جوری و سعدمندی هرچی بیشتر شما، من حبیب الله میخیل باز هم در خدمتتون قرار دارم با ارائه درس 41 از کتاب فیزیک صنف نهمتون. امیدوار هستم تا آخر مرا همراهی بکنین تا از تدریسی که میکنم حداقل یک موضوع خوبتر و بهتر را بیاموزین. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، چنانچه در جریان هستین، درس روز قبل ما و شما القای الکترومغناطیس و جریان القایی بود که در مورد ما موضوعاتی که لازم بود گفتیم. گفتیم جریان القایی یا جریان خود الکترومغناطیسی، القای الکترومغناطیسی اولین بار توسط میکایل فارادی دانشمند مشهور فیزیک در سال 1831 میلادی کشف شد و در مورد نظریش به این شکل بود که هرگاه یک هادی در ساحه مغناطیسی قرار بگیرد، هادی در انجامهایش تفاوت پتانسیل ایجاد میشه که سبب به وجود آمدن یک جریان در یک دوره میتونه شود. و بعدش هم موضوع القای مغناطیسی بود یا جریان القایی بود که جریان القایی را گفتیم. جریان القایی جریانی است که در اثر موجودیت ساحه مغناطیسی و موجودیت یک کوئل یا یک هادی در ساحه مغناطیسی به وجود میاد. که میخوانیکت کارش تشریح کردیم، گفتیم هرگاه یک هسته مغناطیسی را در داخل یک کوئل یا یک سیمپیچی حرکت بدهیم یا هم کوئل در اطراف یک هسته مغناطیسی حرکت بکنه، جریان القایی به وجود میاد. که جریان القایی در اثر قطع شدن خطوط ساحه مغناطیسی که توسط تیغ مغناطیسی در اطرافش ایجاد میشه به وجود میاد. که اینمی جریانی که در اثر قطع شدن خطوط ساحه مغناطیسی توسط هسته مغناطیسی یا هم توسط چرخش کوئل به وجود میاد به نام جریان القایی یاد میشه. که عملا امی جریان القایی را ما تجربتا کار کردیم و گفتیم چون جریانی که به وجود میاد جریان بسیار خفیف است، این جریان ها را ما نمیتونیم توسط امپیرمتر اندازه گیری بکنیم. پس بناهن آلی اندازه گیری که در این جریان ها به کار میاره به نام چی است؟ به نام گلوانومتر یاد میشه که از او استفاده کردیم و این تجربه را اجرا کردیم و من متوقع هستیم که درس ها خوبتر و بهتر آموختیم. شاگرد عزیز، صنف نهم هست، مضمون ما فیزیک، موضوع درس ما دینموی بایسکل است. اهداف ما در این درس، ما یک هدفی که داریم است شما به طرز توانایی تشریح و توضیح طرز کار دینموی بایسکل کسب کنید. یعنی شما مهارت زیر کسب بکنید که میخانیکیت خود دینموی بایسکل تشریح کرده بتانین و چیگونه کار میکنه کارایش باید بفهمین، چیگونه دینموی کار میکنه و به اساس پدیده القای مغناطیسی، یعنی چیگونه جریان القایی به وجود میاد، این را بفهمین. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، قبل از اینکه ما بیم وارد بحث خود دینامو شوم، میگیم چون ما شما در مباحث روزای قبل یا فصل درسی که هستیم، یعنی فصل ششم کتابتان، شما در فصل چهارم کتاب فیزیک صنف نهم، در مباحث قبلی موضوعات برق خواندین، جریان خواندین، چگونه جریان به وجود میاد، موضوع خود کوئل خواندین، ساحه مغناطیسی را خواندین، ساحه برقی را در اطراف کوئل خواندین. که اینمی موضوعات ساحه برقی، ساحه مغناطیسی با هم وقتی که جمع میشن مشترکن با هم فعالیت بکنن، در اینجا جریان القایی را به ما به وجود میارن. که گفتیم اکثریت، چون در درس قبل گفتیم که اکثریت وسایل برقی مانند داینامو، جنریتر، ترانسفورمر و یا پکه، باد پکه، اینی وسایل هستند که اکثریت به اساس خاصیت موجودیت خاصیت الکترومغناطیسی در سیستم ازی کار میکنن. پس چون داینامو یک نوع ازی هست، داینامو چگونه کار میکنه؟ دینامویی که شما در صفحه 72 کتابتان مشاهده میکنین شکلش، خوب دقت داشته باشین. خب میگیم دینامو رو به شکل ترسیم میکنیم، یک نمونه ای رو اینجا پیش خود ترسیم میکنیم به شکل. فکر بکنید یک دینموی بایسکل است. خب دینموی بایسکل است، در این قسمت های از این
سیمپیچی هست، کویل ها هستند در این اطراف ها، در این قسمت ها سیمپیچی، یک سیم آمده در اینجا از کویل و در این قسمت هم باز دیگه سیمپیچی هست که از اینجا هم یک لین آمده در این قسمت دینامو و این قسمت یک میلگه که داره که اینجا آمده در یک تیغه مغناطیسی، اینجا یک تیغه مغناطیسی است. اما یه هم فکرتان باشه که به شکل استوانه شکل هستی، به شکل استوانوی است، یعنی به این شکل شکل استوانه، این سرش هم استوانه شکل هستی سرش. خب و این دو سمت داره، یک سمتش اس هست، یک سمتش هم نارت هست. چیز مغناطیس دائمی است. این را برام چی یاد میگیریم؟ مغناطیس دائمی یا به نام چی؟ هسته مغناطیسی. هسته مغناطیسی و این انجام به یک گوتک متصل است که گوتک در تیره بازکیل بند میشه و میچرخه. شاگرد عزیز خوب دقت داشته باشه، زمانی که اینی هسته مغناطیسی را ما در وسط دو سیمپیچی یا کوایل که در دو سمت دینامو هست، اینی کوایل، این رو میگیم کوایل است، کوایل، این هم چیز کوایل است، کوایل یعنی خود یک سیمی است که به شکل حلقه یعنی فلز هست، هسته فلزی است، اطرافش کوایل پیچی شده و یا هم هسته فلزی است اطراف از این چیز سیم پیچی شده به این شکل تهر و مثال و ایشون به این شکل سیم پیچی شده. وقتی که سیم پیچی شده میایم هسته مغناطیسی رو در وسط از یا قرار میدیم. وقتی که هسته مغناطیسی رو در وسط از یا قرار بدیم، نظر به خود تعریف یا توضیح ساحه مغناطیسی، در اطراف هسته مغناطیسی یک ساحه مغناطیسی ایجاد میشه که در این ساحه مغناطیسی خطوط ساحه مغناطیسی تشکیل میشه. ما گفتیم که خطوط ساحه مغناطیسی وقتی که اینجا تشکیل میشه، پس در اینجا خطوط ساحه مغناطیسی وقتی که تشکیل میشه، اینمی اطراف می ساحه را کلش چی میسازه؟ مغناطیسی میسازه. وقتی که ساحه مغناطیسی شد، پس هرگاه اینمی هسته در این ساحه مغناطیسی میچرخه، باعث قطع کردن خطوط ساحه مغناطیسی میشه. وقتی که خطوط ساحه مغناطیسی قطع شد، پس در هادی ها جریان چی میشه؟ به وجود میاد. وقتی که جریان به وجود آمد، میبینیم که اینجا یک گروپ که چی کرد؟ روشن میکنه. گروپی چه روشن میشه. درست است؟ پس میگیم که خود در اثر عملیه القای مغناطیسی یا القای الکترومغناطیسی جریان برق به وجود میاد. وقتی که جریان برق به وجود آمد، پس در اینجا گروپ چی میشه؟ روشن میشه. اما در اثر چرخش هسته مغناطیسی در داخل داینامو متوجه باشه، در اثر چرخش ازی کی میچرخه، تا رو مثال به این شکل فکر بکنه میچرخه. درست؟ خوش شاگرد عزیز، ما میگیم که ما میتونیم که به دو شکل داینامو داشته باشیم. هرگاه فرض بکنیم که اطراف از این دینامو به عوض کوئل مغناطیس نصب میکنیم و خود هسته داخلی ما این سیمپیچی یا کوئل باشه، باز هم عین خاصیت به وجود میاد. اگر شما متوجه شده باشین در تجربه قبلی یا درس قبلی که جریان القایی را کار میکردیم، اگر مغناطیس هم حرکت میدادیم جریان القایی به وجود میامد، اگر کوایل حرکت میدادیم هم جریان القایی به وجود میامد. پس به عین مسئله اگر خواسته باشیم ما یک دینموی با اسکیل را بسازیم که هسته وسطی ازی هسته فلزی اما کوایل یا سیمپیچی داشته باشه و اطرافش برش های مغناطیس های دائمی باشه، میتونیم که در اطراف مغناطیس قرار بدیم و در وسط هسته فلزی را که کوایل پیچی یا سیم پیچی شده قرار بدیم. وقتی که میچرخه جریان به وجود میاره. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، از خاطری که شما خوبتر و بهتر بفهمین، یک مدل ساده دینامو یا مدل تشریحی است که در اینجا میتونیم میره با اساس برق بچرخونیم، به اساس برق را میتونیم بچرخونیم. اما شما میخانیکت دیر سعی باشین، یک هسته فلزی است در اینجا، خوب دقت کنید، اینی هسته فلزی است، در اطراف هسته فلزی سیم پشدار لاکی
میسی بسیار باریک پیچانیده شده، یک انجام سیم آمده در این قسمت به نام کمیتی تر در اون نصب است، یک انجامش هم آمده در اینجا به نام کمیتی تر نصب است. و در یک اطراف کمیتی تر دو بروش فلزی است، یک بروش فلزی یکی دیگه بروش فلزی. این بروش فلزی به قطب منفی بسته است، این بروش فلزی به قطب مثبت بسته است. و در اطراف خود هسته فلزی میبینین دو مغناطیس است، مغناطیس دائمی ببینین با علامت N و ایشون با علامت S نامگذاری شده. N و S شما خوب دقت بکنین، ما یک دفعه چون مغناطیس بسیار قوی است از یه خارج نمیشین، این قسمتش ببینین N و S هستن. و هر مغناطیس گفتیم در حالت عادیش دارای دو قطب هست، بخوای نبخوای قطب S با رنگ سفید یا کاغذ سفید علامت گذاری یا علامت گذاری شده و حرف S، و قطب ساوتش یا نورتش یا شمال با رنگ سرخ علامت گذاری شده که میبینین. خب حالا اگر ما خواسته باشیم این را در دوره برقی بسته بکنم، این یک موتور میشه. اگر خواسته باشیم که این را توسط کدام وسیله دیگه بچرخانیم، این دینامو میشه و جریان به وجود میاد. خب من این را که دست میچرخانم، اما میرم گلوانومتر استفاده میکنم، گلوانومتر قبلا استفاده کردم، ببینیم که خاصیت دینامو را داره نداره. ببینید خوب دقت داشته باشین، یک لاین در اینجا بسته میکنیم، یک لاین هم در اینجا بسته میکنیم، لاین منفی را در قطب منفی، لاین مثبت را در قطب مثبت بسته کاری میکنیم. چون مغناطیس گفتیم که کوایل در داخل میچرخه و مغناطیس در اطراف. من این را که دست میچرخم شما ببینین، خود عقربه گلوانومتر شما ببینین که عقربه گلوانومتر حرکت میکنه. تو باش که یک قاعده زیرش برآمد، این رو من بسته کنم. پس شما گلوانومتر رو ببینین، وقتی که این رو من که دست میچرخونم این حرکت میکنه. پس میفهمیم که زمانی که یک هسته فلزی در داخل دو مغناطیسی که دارای دو قطب مخالف است، قبلا که در القای الکترومغناطیس نشان دادیم، در بخش خود گلوانومتر شما دیدین که صاحب این شکل میچرخه و باعث جریان القایی میشه که اینجا جریان به وجود میاد. اما در دینامو به عوض هسته فلزی در اطراف کوایل است، در قسمت وسط چیز هسته فلزی است. شاگردک عزیز و دوستان، این بود یک تشریح ساده طرز کار داینموی بایسکل. امیدوار هستیم که را خوبتر و بهتر آموخته باشین. هرگاه در این مورد مشکل داشتین با ما در تماس باشین و درس دوباره و دوباره تکرار بکنین و مشاهده بکنین تا خوبتر و بهتر را بیاموزین. اما اومدیم با یک موضوع دیگه که ما در صفحه 73 کتاب شما متوجه شوین، هرگاه اگر خواسته باشیم که جریان های بسیار قوی به وجود بیاید، در جریان های بسیار قوی ما از هسته های مغناطیسی دائمی استفاده نمی کنیم، از هسته های مغناطیسی الکترومغنت استفاده می کنیم. که در الکترومغنت ها ما مغناطیس بسیار قوی را ساخته می تونیم که یک مغناطیس برقی 10 برابر مغناطیس طبیعی یا مغناطیس دائمی قوی مغناطیسی یا ساحه مغناطیسی را القا کرده می تونه. پس مغناطیس های برقی قوی ترین مغناطیس هایی هستند که در طبیعت از او استفاده می شن. و دیگه یادتون نره که در جنریترها، در توربین های برق که در بند های برق استفاده میشه، در جنریترهای بزرگی که در ساختمان های کلان از او استفاده میشه، در اونو از خاطر القای الکترومغناطیسی یا تولید انرژی قوی برقی از هسته های فلزی و کوایل یا سیمپیچی استفاده میشه. هم در اطراف، هم در اطراف از کوایل و هسته ها استفاده میشه و هم در وسط. یعنی تیغه های مغناطیسی یا مغناطیس های دائمی جریان های بسیار قوی را نمیتونن القا بکنن. پس اگر شما بعضی وقت دیده باشین دینامو ها را واز بکنن یا امو جنریتر های کلان برقی را وقتی که واز میکنن دینامویش، وقتی که داخلش ببینین دو نوع سیمپیچی داره، یک سیمپیچی در اطراف است، یک سیمپیچی داخلی یا هسته ای هست. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، با امید از اینکه درس ها را خوبتر و بهتر بیاموزین،
درس خود با سپردن یک کار خانگی به پایان میرسانیم. دو سواره که در اینجا در بخش فکر کنید آمده، این را مطالعه بکنید در صفحه 72 کتابتان، این را مطالعه میکنین و من حیث کار خانگیتان و درس خود با سپردن همی کار خانگی همیجا به پایان میرسانیم. تا دیدار بعد و درس بعد، تک تک شما را به خدای یکتا و یگانه میسپارم. روز خوش و درس های خوب برتان میخواهیم. خدا حافظ ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.